درود رفقا، عرض ادب و ارادت، ادمین کیتو هم امروز اومدم با یه اپیزود دیگه در خدمتتون باشم. موضوع اپیزود امروز درگیری سپهر خلسه با فرشاد فور لایف است. این درگیری و اختلاف خیلی عجیب بود، چون فرشاد فور لایف و نیما دیداب هم توی ریاکشناشون و هم توی برنامه اسم نداره بارها از خلسه تعریف کردن. استارت این درگیری از لایو سیجل شروع شد که توی اون لایو سپهر خلسه به فرشاد و نیما فحاشی کرد به هواخواهی از سیجل، چون فرشاد فور لایف توی یکی از ریاکشن‌هاش به سیجل خورده گرفته بود و انتقاد کرده بود. بریم یه تیکه از لایو سیجل رو ببینیم با هم و برگردیم. اون یارو چونیه کیه بغلش اسم نداره؟ خارکوسه خایمالی بیا تو پادکست ما. خارکوسه من کیرم هم دست شما دوتا نمیدم. نکن دیگه بس. گومی خوری نظر میدی. اگه مادر جنه اگه توی چونی فرشاد فورکی بذار بگم فرشاد فورکی تو اگه خارکوسه رپ بلد بودی یه بیت میخوندی. چونه تو تکون میدی رپ چونه تو رپ خواستی تو کیر منی مگه بابا خارکوسه. نه حاجی، اشاره $100 میشه جونت باشه. اینقدر خنگ نباشی که فرشاد فور لایف اسم نیست. برای گنگستر فور لایف، مانی پیک فور لایف اسم شناسنامه کسی عوض نمیشه. احمق خر. قرون همیگی. بعد از این لایو نیما و فرشاد توی برنامه اسم نداره به این موضوع پرداختن و صحبتهای راجع به این حرکت خلسه کردن. بریم صحبتهای نیما رو ببینیم و برگردیم. توی موقعی بدترین توهینای ممکن رو بکنم و فرداش بیام و باهات داداشی باشم و انتظار داشته باشم که با یه عذرخواهی همه چی حل بشه. این خیلی مهمه بچه ها. بچه ها اینقدر این اتفاق واسه شون افتاده، اینقدر به هر کی خواستم فوش خواهر مادر دادن و اون آدم دو ماه دیگه اومده دوباره خواهی مالیشون رو کرده، عادت میکنم به این روتین. میدونی چی میگم؟ و اینکه اینجا این یه جای استوب بخوره واسه شون غیر قابل باوره. میگی آره هی اون الگو رو تکرار میکنی و این چیزایی هم که داریم میبینیم واکنش به خونریزی شما وقتی یه جایتون زخم میشه داد و بیداد میکنید. خب حالا من نمیدونم این زخمه به خاطر عدم توجه فرشاده یا به خاطر اینه که نمیدونم چه مشکلی ایجاد شده که چنین ایدهی. بعد از صحبتهای نیما و فرشاد و واکنش اونا به این موضوع، سپهر خلسه فری استایلی منتشر کرد توی استوری این استاش و توی این اجرا یه تیکه‌ای هم به فرشاد انداخت. بریم این اجرای سپهر خلسه رو هم با هم ببینیم و برگردیم. میخوام بخونم من یه چی که بمونه، میام کیره توی کشون و خدا میرسونه. بالا بودم واسه شیش نست، بگو چندومی چهار پنج شیش هفت، بیا فیت بدم کارت بشه هیتر، بوده 13 سالم هنی بیچ بر به جا کوکم دیگه تو سی وی، چون که تفش قبل نمیده سپی جوزینی، فقط روزی نیم کیلو میره تو چیلی. به قول کورینا پولینی سپی کس خار بد خواهات، یارو خزه باید بره به جا رب تا آت، من رو 20 میلیا سیسم شبی بب والا که تو نبوده حرفای رق باسا. بعد از این اجرا از سپهر خلسه، فرشاد توی ریاکشنش به آهنگ حبیبی عزیزم که فیت پوتک و خلسه بود، وقتی ورس خلسه رسید فرشاد به نشانه اعتراض هدفون خودش رو در آورد و رفت با توپ رو پای زد. بریم این تیکه رو هم ببینیم و برگرد. میخوام علی گرامی گوش کنم و رو پای بزنم، کسایی که میخوان با من بیان، کسایی که دوست دارن وایسن سپهر خلسه گوش کنن. بعد از این حرکت انتحاری فرشاد توی ریاکشنش به آهنگ حبیبی عزیزم،
سپر خلصه وارکنش خودش رو با یه سری استوری توی این استاش نشون داد و به فرشاد فحاشی کرد و تیکه انداخت. بریم صحبتهای خلصه رو و وارکنشش به این حرکت فرشاد فور لایف رو ببینیم و برگردیم. آقایون خانم‌ها سلام، خدمتتون عرض شود که اینو به فرشاد فور ان دارم میگم. از این به بعد هر کدوم از ویدیوهای من هاجی بخوای ریویو بری کپی رایت میزنم. اینم الان دارم بهت میگم پاک کن، و یعنی کپی رایت دارم همین الان پر میکنم. فریوس مریوس هم بگی میگامت، فهمیدی؟ همین الان میکشی پایین. ان آقا مرزی که لجن انگل میای فوش به من رفیقا میدی، بعد میری پول از کار ما در میاری، ریدم به اون رقصت سک تو روحت. بچه های دیگه هم که میخوان ریویو برن اصلا نگران نباشن، هر چقدر خواستن انتقاد کنن، فقط برای این آدم انگل بیوته است. یزدان رادیو اکتیو زون هم وارکنش خودش رو توی لایو یوتیوبش به این حرکت فرشاد نشون داد و توی همون لایو با ساد آرتیست لیبل خودش برنامه دیس به فرشاد فور لایف رو چید. بریم صحبت‌های یزدان توی لایو یوتیوبش رو ببینیم و همچنین یه تیکه از دیسترک ساد به فرشاد فور لایف رو هم ببینیم و برگردیم. ببین آجی، من حرفی که توی استوریم هم زدم پاش هستم. ببین اگه طرف با کسی مشکلی داره، خب اینکه بیاد بی احترامی بکنه، من اینو اصلا نمیفهمم. طرف بیاد ویدیو ضبط بکنه، نمیدونم مانیتایزش رو آن بکنه، پول در بیاره، به طرف بی احترامی بکنه، اصلا من برام مهم نیست. من خود من با خلسه مشکل دارم. خب من خود من با خلسه پارسال سره، اگه یادتون باشه کسایی که میگن من کام بعد از کامنتار رو میخونم، پارسال شما ببرین ویدئوی منو ببینید که واسه ام جی درست کردم سر قضیه محسمینی. تو اون ویدئو من قشنگ به صراحت دارم به خلسه تیکه میندازم و اون لیبلی که دست خلسه بود و راجعش صحبت کردم، نظرام گفتم که مثلا احتمال داره که مثلا اصلا قضیه وصل باشه اینا، و خود خلسه روز بعدش اومد 4 تا پاراگراف فوش برام نوشته. نمیدونم، من چطور که پابلیک نمیکنم، یعنی من نباید بیام سمت کسی رو بگیرم که من بی احترامی کردم. ولی اینی که طرف بیاد یه ویدیو بذاره و از اون طرف ویدیو رو مانیتایزش آن بکنه، بعد آقا اصلا اکثر کسایی که میان کلیک میکنن روی ویدئوی ریاکشن من به حسین مخته، اصلا من کسی هم نمیگم علامه که رپ ورزی فعال بشه، خب نصفشون طرفداری حسین مخته، نصفشون کسایی که با من حال میکنن ویدئوی منو میبینن. وقتی من بیام به ورس حسین مخته که میرسه اون ورسشو اسکیپ بکنم، این دیگه بیشعوری منه دیگه. آقا یه استوری بذارم، یه پست توی کامیونیتی بذارم که آقا من با حسین مخته حال نمی کنم، یا بهش با مشکل خوردم، از این وقت کاراشو پوشش نمیدم. من این کارو با خیلی ها کردم، من این کارو با تتلو کردم، با بیلسون کردم، با ام جی کردم، با خیلی از رپرها کردم. پا حرفم هم وایستادم، از قبلشون هم پولی در نیاوردم. انقدر به کرکترت نری ولی شبیه ورژن بروز شده سعی جرشایی، میگی فاک شد این یه پری دستا جی برنده بطل شاپور و پوری متی فتایی من می... فرشاد فور لایف هم بعد از واکنش سپر خلصه و یزدان رادیو اکتیو زون توی برنامه اسم نداره به صحبت‌های خلصه واکنش نشون داد، اما به صحبت‌های یزدان واکنشی نشون نداد. بریم صحبت‌های فرشاد رو هم که توی برنامه اسم نداره در واکنش به استوری‌های خلصه منتشر شد رو ببینیم و برگردیم. اتفاقی در ادامه اون داستان‌های حواشی گنده‌ای که واسه ما پیش اومد افتاد این بود که چند روز پیش حاجی سپر خلصه من زنگ و پی ام و وایس و اینا داد توی واتساپ، یه تهدید و فوش و فلان و اینا که الان نمیخوام خیلی راجع به من نمیخوام جواب اونها رو بدم، چون همون لحظه که اونم جوابش رو بدم بلاکم کرد. ولی اینجا فقط در این حد بگم که ببین سپر خلصه اگر مستقیم 5 دقیقه از کانتنت های ما رو دیده باشه، حالا قبل از تمام این موضوعی که پیش اومد، آره 100% واکنشش نمیتونه این باشه. یعنی حتی اگه استارتش این بود که مثلا من انتقاد کرده بودم به سیجل که اون بالاخره سیجل در اومده بود، یعنی حتی اگه مثال میزنیم اینوری مثلا یکی به تو چرت و پرت گفته باشه ولی منو خیلی دوست داشته باشه، من بخوام بالاخره تو در بیام اینجوری باش صحبت نمیکنم. مثلا میگم آقا سعی میکنم تو رو قانع کنم که ولش کن، گناه داره، مثلا اوکیه، مثلا چه میدونم دوستمون داره، نیت بدی نداره، اونجور چیزا.
من تنها حالتی که احتمال میدم اینه که یکی یا چند نفر پشت سرمون یه سری چیز بد گفتن به سبب خلصه واقعا و خودش مستقیم چیزی از ما نیده، که در این صورت بچه‌ها میتونید، چون میگم من اومدم با خلصه راجع به همین موضوعات ما منو بلاک کرد، اینو واسهش بفرستید اگه میتونید. اگر کسی که قطعا گفته چیزی پشت سرمون بهت گفته سپر، خوبتو نمیخواست، چون اگر خوبتو میخواست جلوی این جور رفتارهای بعدت هم میگرفت، چون به نظر من آسیب محتملی که من ممکنه به خلصه بزنم خیلی کمتر از آسیبیه که به نظر من خلصه با این جور کارا داره به خودش میزنه. آره یعنی چیز عجیبه چیکن ریاکشن و اون واقعیت داستانی که وجود داره به نظر من اتفاق آره، نره فاصله زیاد چیز عجیب غریبی هست. ولی آره میگم پشت سر کسی حرف نزنید. خب رسیدیم به پایان این اپیزود، توی کامنت حتما برای اون بنویسید که به نظر شما حق با سپر خلصه است یا فرشاد فول لایف. اگر حرفی سخنی نقدی داشتید حتما توی کامنت برای اون بنویسید، ما حتما میخونیم. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.